تهدار نقدی که در سپاه بعد در سال 62-63 چیز کرده؟ یه جورایی باجناق بازی اون موقع کرده یعنی یکی از جرم خیلی علنیه ایشون در سپاه بعد لوات هستش و ببینید با این فضا یعنی ایشون برای همین هم وقت شغلای خیلی سنگین بهش نمیدن همین فقط میگم بیا بشین زر بزن به این چفیه رو انداخته دور خودش اینا و میاد رجس میخونه که آقا ما از انتظارات بیشتری از نیروی هوایی اسرائیل داشتیم ببین چقدر پر روه مامدار شبه اون اتفاقی که افتاد برای ما این مسئله پیش که صبحش مردم مدرسه رفتن دانشگاه رفتن شبه سه ایفزی چی شد که محاسبات در این سنی ما حساب بیشتری می‌کردیم، فکر نمی‌کنم. یه خیلی ضعیفتر از اون چیزی که سر صدا میکردن نیرو هوای ارتش رژیم سیاسی خیلی ضعیفتر از اون حدی که تصورها بود ظاهر شد و خیلی آسیب پذیرتر خودشو نشون داد در مقابل عملیات اصلا پفی و همه اومدن رفته اصلا نتونستی ببینیشون بعد میگی که نیروی هواییشون ضعیف بود ضعیف نشون دادن نتونستن موفق شن مگه ببخشید مگه سی سال پیشه که ماهواره نباشه عکس ماهواره ای در نیاد اینا الان خیلی راحت همه چی معلوم داریم میشه چقدر شما پر رویید برای خب طبیعی هم بود که مردم 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 مرد جنگ هن سال دفاع مقدس رو دیدن انقلاب رو دیدن تحمل رو که در این چهل ساله در مقابل فتنه ها و های مختلف بوده برایشون خیلی زیاد کوچیک به نظر میرسه که منطقه از اینکه که کردن به مرزهای ما و حاکمیت ملی ما رو مورد تجاوز قرار دادن حتما مسئله هم توی که از دامه نیست و دوار... نو... نمیدی. اومد کوچیک کنه این تناقض اینجاست ضربه ای اسرائیل بهشون زده که اینا به صورت پیشورت میخوان کوچیک کنن ولی میبینن که ضربه سنگینه بعد خودشون خودشونو رو نقض میکنن این خیلی قشنگه خودشون خودشونو رو نقض میکنن ضربه باید اینجوری شیک باشه باید کوچیک شما و با باید پاسخ مناسب داده بشه که بدانن تاگیر هستم میدونم که محاسباتشون در مورد مردم ایران غلطه در مورد مردم ایران حالا اینجا شد مردم ایران اوکی باشه دیگه, 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 دیگه چیزی نداریم بگیم پول رو فقط داریم الان ثبت و ضبط میکنیم اه چند روز آینده مسائل یعنی تو این داستان مسائل جایتون یک سال ما باید صحبت های سنوار البته بیشتر نصر الله دوربین نیومد صحبت های نصر الله رو اگه الان آدم بشینه یه بار دیگه گوش کنه با اتفاقاتی که بعدا رقم خورد میفهمه که چقدر اینا تو خالی هن؟ چه حرفایی میزد آی نسرالا میگفت پاسخ ما را نخواهید شنید در میدان خواهید دید برمیگشت میگفت تو نتانیاهو با گالانت و مالان برید هر کاری دلتون میخواد بکنید و میگفتش که امکان نداره که شما بتونید موفق بشید و دیدید که استایی تا چه میزان قابل توجهی تا این لحظه موفق بوده نتا خب تو تعریف اینا دیگه میدونید با جماعتی که خورشید تو آسمونه کاری که این تحلیلگراشون میکنن مقامات جمهوری اسلامی میکنن رهبراشون میکنن خورشید تو آسمون علنی برمیگردن میگن تاریک هوا من من که روشنایی نمیبینم اینجا دیگه گفتگو به انصداد میرسه انصداد گفتگو ما داریم ببین شما دیشب آقای جا، 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 جاودانفره دیگه همین مال اسرائیل توی بی بی سی داره میگه که آقا ما این مؤسسه ای اونرووا رو به خاطر اینکه بارها از نیروهای تروریستی حماس استفاده کرده همه ما مردم در اسرائیل میگیم باید این گروه جمع بشه چون این بارها صد بار ما تذکر دادیم ولی تعداد قابل توجهی از تروریستهای حماس از طریق اونرووا اومدن فعالیتشون رو علیه ملت اسرائیل انجام دادن این داره اینو میگه بعد اون بنده خدا تریاکی علیز برای که خب دیگه مخاطبش هم خرن دیگه مخاطبای حزب الله هم نشستن برمیگرده این صحبت جاودانفر رو میذاره و بعد تو دوربین نگاه میکنه دیدید دیدید داره میگه که ما میخوایم جلوی اون رو بگیریم که قشنگتر بچه های اسرائیل چه بچه های فلسطین رو بکشیم ما وقتی که بوم میریزیم بچه های فلسطینی اگه بعضا با بوم های ما بدنشون سوخته است ما میخوایم اون نباشه که به اینا برسه که اینا خوب جزغالشن از صحبت آقای جاودانفر این پسره یهود ستیز ضد ایرانی چپگرا که این روزا اینم برای ما رگ گردن ملیگرایی کلوف میکنه میگه آقا ملیگرایی می با خفه شو هروم لغمه تو یه بار سر سفره هفتی نشستی من این برمیگرده از صحبت اون تا این سطح قلب واقعیت میکنه وعید خذاب حالا یک آیتمی رو بعد امشب نشون بدم بعد از مدت ها یعنی این همه فیلم اومده امروز دو بار سه بار به من حمله کرد وید خذاب تیکه انداخت به من حالا میذارم تو بخش خودش یک موردی رو پیدا کرده و اینو تعمیم میده به کل و بعد نتیجه گیری میکنه ما بارها گفتیم که نیروهای حماس با لباس شخصی فعالیت دارن میکنن هیچ فیلمی وجود نداره که اینا لباس نظامی بپوشن امروز ویدیویی در اومده که لباس نیمه نظامی جا پوشیدن دارن چهار تا کار میکنن بعد اینا نشون میده میگه دیدید دی این دی داره دروغ میگه بعد ادعا میکنه دکترای قزره رو داره ببین این قلب واقعیت دیگه یک موردی امروز ساز تا پیدا کردی من در مورد 13 ماه گذشته دارم میگم در مورد 13 ماه گذشته یک ویدیو داری بعد ویدیو امروز هم لباس نظامی کامل نیست نیمه نظامیه دوما تو با یه دونه ویدیو میخوای تعمین بدی به کل 13 ماه با یه گل بهار میشه ببین این خب قلب واقعیته میخوای با من کل کنی خب بکن ولی این واقعیت نیست عزیز دل بردر 13 ما نیروهای حماس بدونه لباس نظامی مبارزه کردن حالا تو شما میخواید که ببینید همه کارشون رنگ کردن گنجش و به جای قناری فروختنه این سطح قلب واقعیتی که این جریان داره میکنه و واقعا تا کجا میشه باشون بحث من خورشید تو آسمون میگه که آقا تاریکه دیگه و مملکت ما رو گرفتن و گریزی هم نیست و ما تو اسلحه رو دارن پول نفت رو دارن همه چی رو دارن ملت ما رو از نظر اجتماعی فرو پاشیدن ماها رو همه رو به جامعه ایران ضربات شدید روانی زدن به ارتباطات ما ایرانیا با همدیگه تا میزان قابل توجهی آسیب رسوندن و دیگه ملت ایران هم رای نداره میگه آقا حالا اسرائیل که داره میزنه بزنه, بزنه همکاری کنیم در اینا سرویس کنیم و اینجا متاسفانه بخش قابل توجهی از افرادی هم که شاید ضد جمهوری اسلامیان نمیخوان بفهمن و دیگه لافه در قربت و آواز خوندن در بازار مسکرها را انداختن که اسرائیل غلط میکنه تو غلط میکنی که رفتی دور تا دور اسرائیل نیرو پراکسی ایجاد کردی تو غلط میکنی که میری مزاحمت ایجاد میکنی نمیشه که چون حالا یک رژیم تروریستی در کشورمونه به اسم ایران ما بگیم بره همه جا مزایم دیگران بشه ولی دیگران غلط میکنن خودشون اسرائیل به ایران حمله نکرد فقط اینو میخوام بگم حتی به جمهوری من چون گفتم که ایران که اشغال شده جمهوری اسلامی یک حکومت بیگانه است حتی به حکومت بیگانه جمهوری اسلامی هم حمله نکرد اسرائیل از خودش دفاع کرد اینو چند بار بنویسن اون کاری که اسرائیل انجام داد با جنگنداش در خاک ایران حمله به خاک ایران و حتی حمله به مواضع جمهوری اسلامی نبود دفاع از خاک اسرائیل و مردم و امنیت اسرائیل بود اومد جاهایی رو زد که جمهوری اسلامی از اون جاها مردم اسرائیل رو تهدید میکنه اسرائیل داره خوش دفاع میکنه بعد یه عده میگه ما میریم کنار جمهوری اسلامی میگه غلط میکنه اسرائیل حمله کنه اسرائیل حمله ای نکرده استری از خودش داره دفاع میکنه اینا واقعیت های رو زمینه و وقتی که این مسائل به این سادگی که منم هم سادگو هم این مسائل به این سادگی رو وقتی که ماها نمیتونیم درکش بکنیم دیگه بحثی نمیمونه واقعا واقعا بحثی نمیمونه و اینا مملکت ما رو گرفتن و همچنان با مزخرف گویی